همزمان با نشر گزارش معاونت سازمان ملل مبنی بر نقص حقوق بشر و کشتار نظامیان پیشین توسط طالبان این گزارش با واکنش های نهادهای حقوق بشری و زنان محترس روبرو شده است دیدبان حقوق بشر با تایید این گزارش گفته است که این گزارش خانش بسیار بده دارد و این نوع موارد مستاق ناپدید سازگی اجباری است در همین حال جنبش شنبه های ارغوانی در واکنش به این گزارش می گوید که طالبان به شمار بیشتر از این رقم به جنایت های حقوق بشری دست دادند. به گفته ای اعضای این جنبش آنان از طریق نظامیان حکومت پیشین موارد نقص حقوق بشری علیه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را به صورت جدی تعقیب کرده و باور دارند که گزارش نشر شده توسط یونما نتکمیل است. طالبان اما میگویند که آنان عفو عمومی را عملی کردند زبیولا مجاهد سخنگوی گروه طالبان این گزارش را رد کرده و میگوید که بعضی از موارد انتقام های شخصی بوده که از سوی طالبان بررسی شده است اما تعداد آن محدود بوده است با گذشت دو سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان بیشتر نهادهای حقوق بشری این گروه را متهم به نقص گسترده حقوق بشر و قتل نظامیان پیشین کردند به تازگی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با نشر گزارش از ثبت 800 مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان خبر داده است در گزارش آمده است که طالبان مسئول قتل های فراقانونی، بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری علیه نیروهای امنیتی پیشین و مقامهای حکومت پیشین هستند. گفته می شود از این میان 218 مورد آن قتل فراقانونی نظامیان سابق است که در 34 ولایت صورت گرفته و بیشترین آن در ولایت های کابل، قندهار و بلخ ثبت شده است. بر اساس این گزارش، طالبان مسئول دست کم 14 مورد ناپدید شدن های اجباری و 424 مورد بازداشت خودسرانه نیروهای امنیتی سابق و کارمندان حکومت پیشین خوانده شدند. دفتر حیات معاونت سازمان ملل متحد کشتارهای فراقانونی ناپدید شدن اجباری شکنجه و بدرفتاری را طبق قوانین بین المللی جنایات جنگی می دانند و از طالبان خواستار اقدامات لازم برای جلوگیری نقص حقوق بشری شده است.